درود بر هم‌میهنانم در جای جای این کره خاکی. به آوای ایران خوش آمدید. در این برنامه خبری با موضوعاتی بسیار مهم در ارتباط با اتفاقات روز در خدمت شما عزیزان هستیم. پارتیزان‌های تهران جرقه اعتراضات جدید را زدند. برافراشته شدن بنر شاهزاده رضا پهلوی در چند قدمی بیت، ایران در آستانه رستاخیزی دیگر و خشم شاهزاده رضا پهلوی از بی‌تدبیری دولت‌های غربی. رئیسی دوباره مسحکه عام و خاص شد. اما قبل از مشروع این اخبار، این برنامه رو تقدیم می‌کنیم به بزرگ مرد تاریخ معاصر و پهلوان به نام ایران، جاویدنام نوید افکاری. جمهوری اسلامی جان با ارزش نوید رو 3 سال پیش در چنین روزی از او گرفت، اما دریغ از این که نوید تبدیل به قهرمان ملی و نماد آزادی خواهی می‌شود. ما از نوید درس آزادگی فرا گرفتیم و هرگز در برابر ظلم سکوت نخواهیم کرد. بگردید دنبال حقیقت. بگردید من خودم بخواهم. بگردید من حقیقت روشن کنم. نماینده دارتا آمده سرش تو گوشی که ایشون هم داره کاملا جانب دارانه برخورد کنم. به من وقت بگید تو حقیقت رو هر جای حق به من نامعبول دروغ غیر منطقی حق به من قرارت یکی یکی به من بگید. همش درست هم. تنبیدات زبان دوکی رو حتی رو خب نه خلاف قانون نمایید. آقا یه قانون بیکار بوده. آقا جواب بده. تو وقتی عمل کرد اتفاق افتاد من باید بودم. من وقتی در سلام بودم. شما چقدر حدی؟ والله من از پول کارگری میدم. این رو جواب بده. از چی میگی؟ اینو بس نمی‌کنی؟ سوال من جواب بده. آقا بس نمی‌کنی. خب چرا بس نمی‌کنی؟ دلیل چی بود؟ بودجش تامین نشه. جواب سربالا شاهدی نداره. اون نداره بیانی بودش من میده. شما دارید جلو و نسکی 20 سال آقل بالا دارید دروغ میگید. مگه نمیدید هم داری برگی الان بذاری فرمانی؟ من میخوام همه چه قانونی پیش بره. دیگه چی رسیدگی نمی کنید؟ شهیده بودم که یک فرمی هم چه قانونی پیش بره. نمیدید. این که بودیدن چرا خیر سلامه شما دارید به ما برخورد. درود مردم شریف ایران. نوید افکاری هستم. پارتیزان‌های تهران جرقه اعتراضات جدید را زدند. برافراشته شدن بنر شاهزاده رضا پهلوی در چند قدمی بیت، ایران در آستانه رستاخیزی دیگر. در حالی که در اکثر شهرهای ایران جوانان انقلابی و آزادی خواه در حال آماده شدن حداکثری برای روز شنبه و سالگرد انقلاب ملی ایران هستند، ساعتی پیش برافراشته شدن بنر سمتری از شاهزاده رضا پهلوی در خیابان فلسطین و در چند قدمی بیت رهبری باعث برآشفته شدن نیروهای سرکوبگر شده است. همچنین در فراخوانی مهم عده‌ای از پارتیزان‌های شهر تهران اعلام کرده‌اند در 3 روز منتهی به سالگرد جاویدنام مهسا امینی با روشن کردن آتش در محله های تهران جو شهر را انقلابی و مهیای حضور گسترده مردم در روز شنبه می کنند. در همین حال و با نزدیک شدن به رستاخیز ایرانیان، شعارهای شبانه و دیوار نویسی ها در سطح شهرهای ایران به اوج خود رسیده است. شیراز 21 شهریور. شیراز 21 شهریور. سیگه شهریور 2582 شاهنشاهی، ساخت پرچم شیر خورشید،
جاوید ایران جاوید شو. 25 شهریور همه در سنگر خود کف خیابون، همه با هم 1-3-2 جاوید شو. سر به شهرستان ایواز. درود بر ملت شریف ایران. در آستانه سال روز به قتل رسیدن دخت ایران جاویدنام مهسا امینی توسط رژیم منحوس اسلامی در سر تا سر ایران و جهان به میادین خواهیم آمد و با شعارهای ملی جاویدشاه و کینگ رضا پهلوی رژیم منحوس اسلامی و دشمنان این انقلاب و کشور عزیزمان را سرنگون خواهیم کرد. ما ملت کبیریم، ایران را پس میگیریم. تا ابد جاویدشاه. در آستانه یک سالگرد انقلاب ملی ایرانیان، بانو فاطمه سپهری زندانی سیاسی در ملاقات با برادرش پیامی خطاب به مردم داده که برادر ایشان آقای محمد حسین سپهری به ملت ایران برساند. او در این پیام کوتاه از مردم خواسته که برای پایان دادن به پرونده جنایت رژیم روز 25 شهریور همزمان با سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی دختر ایران در همه شهرها به خیابان بیایند. همیهنان گرامی درود. امروز 21 شهریور ملاقاتی با خواهرم فاطمه سپهری داشتم. از من خواست به علت محدودیت‌هایی که وجود داره پیامش رو به شما برسونم. پیامش به این صورت است: ملت بیدار ایران، یک سال است که داغدار قتل ناجوانمردانه دختر ایران مهسا امینی هستیم و در این مدت زجر بسیار کشیدیم و پرونده جنایات این فرقه تبهکار سنگین‌تر و سنگین‌تر شده است. برای بستن پرونده جنایات این جماعت، وعده ما 25 شهریور در نزدیکترین خیابان به محل سکونت شما در شهرهای کوچک و بزرگ ایران. در همین ارتباط ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی میگوید آتش جنبش مردم ایران کماکان برافروخته است و در موج‌های بعدی جنبش شعله‌ور خواهد شد و دیر یا زود علی خامنه‌ای خودکامه قدرت پرست ایران را از اریکه قدرت به زیر کشیده و بساط نظام جمهوری اسلامی را برخواهد چید. این منتقد سرسخت علی خامنه‌ای که به علت اظهاراتش درباره رهبر جمهوری اسلامی به حبس محکوم شده، در یادداشتی با اشاره به سالگرد جنبش اعتراضی انقلابی و البته مسالمت‌آمیز و خشونت پرهیز زن زندگی آزادی نوشت، در این جنبش به دستور علی خامنه ای خودکامه قدرت پرست بیش از 500 نفر از جوانان پاکباز و شجاع ایران به خاک و خون کشیده شدند، چشمان خود را از دست دادند، مورد تجاوز قرار گرفتند و حبس و اعدام شدند و همچنان روند سرکوب و تنگتر کردن حلقه اختناق ادامه دارد و این اقدامات به وضوح نشان می دهد که علی خامنه ای و اعوان و انصارش تا چه اندازه گرفتار وحشت و اضطراب خیزش مجدد اعتراضی ملت ایرانند. او اضافه کرد تمام این جنایات و فجایع و تبهکاری ها ایجاد شد تا علی خامنه ای این حاکم بر ایران چند سباهی بیشتر بر سر قدرت غیرقانونی نامشروع خود بماند، اما این جنبش در موجهای بعدی باز شعله ور خواهد شد و دیر یا زود علی خامنه ای خودکامه قدرت پرست ایران از اریکه قدرت به زیر خواهد کشیده شد و بساط نظام برچیده خواهد شد. ابوالفضل قدیانی همچنین تصریح کرد جنبش مهسا اکنون جامعه را چنان دیگرگون کرده و بر اذهان و افکار چنان تأثیری گذاشته که غیر ممکن است جامعه به پیش از آغاز جنبش برگردد. گویی که بخش عظیمی از مردم زندان تنگ و تاریکی که روح و ذهنشان را در بر گرفته بود شکسته و آزاد شده اند. این فعال سیاسی در پایان تأکید کرد همانطور که مکرر گفتم باز هم میگویم که مسالمت آمیزترین و خشونت پرهیزترین شیوه تغییر نظام جمهوری اسلامی این است که علی خامنه ای تسلیم ملت شود، دست از این قدرت شیطانی بردارد و از ملت طلب عفو و بخشش کند و استعفا دهد تا مردم بتوانند با برگزاری رفراندوم تغییر نظام جمهوری اسلامی نظام دلخواه خود را جایگزین آن کنند. اما افکار شیطانی و شهوت بی حد و حصر قدرت پرستیش ظاهراً اجازه چنین کاری را به او نخواهد داد. خشم شاهزاده رضا پهلوی از بی‌تدبیری دولت‌های غربی، رئیسی دوباره مضحکه عام و خاص شد. در پیامی مهم شاهزاده رضا پهلوی بار دیگر بر اتحاد بیش از پیش مردم برای براندازی رژیم جنایتکار تاکید کرد. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار این توییت در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است:
گزارش‌ها حکایت از نهایی شدن و اجرای معامله‌ای میان جمهوری اسلامی و دولت آمریکا در روزهای پیش رو را دارد. این معامله تحت عنوان مبادله زندانیان انجام می‌گیرد، اما در حقیقت باجدهی دست کم 6 میلیارد دلاری دولت بایدن به جمهوری اسلامی برای آزاد کردن 5 گروگان دوتابه یتی است. من چنان که پیش از این نیز گفتم، با ارسال پول به جمهوری اسلامی، به ویژه در حالی که این رژیم بنا بر ماهیت خود مشغول سرکوب در داخل و ترور در خارج است، شدیداً مخالفم. فراتر از آن، هدف چنین معامله‌ای درست در آستانه روز مهسا، زمانی که ایرانیان در داخل و خارج در تدارک برگزاری تظاهرات اعتراضی‌اند، ناامید کردن آزادی‌خواهان ایران و دادن اعتماد به نفس به رژیم جمهوری اسلامی و هدیه‌ای به این رژیم و ابراهیم رئیسی جنایتکار پیش از سفر به نیویورک است. من به دولت کنونی آمریکا هشدار می‌دهم که مردم ایران فراموش نخواهند کرد چه کسانی در سخت‌ترین روزها به آنان پشت کردند و در کنار قاتلینشان ایستادند، و پیامم به ملت مبارز ایران همان است که همیشه گفتم: هیچ دولت خارجی هرگز نمی‌تواند سرنوشت ایران را برخلاف خواست شما تعیین کند. ما اگرچه از کمک دیگران در مسیر پیروزی بر این رژیم استقبال می‌کنیم، اما روی پای خود ایستاده‌ایم و بر توان و همبستگی ملی خود حساب کرده‌ایم. شعله امید را در قلب خود فروزان‌تر کنید. رژیم جمهوری اسلامی رفتنی است، چرا که در مقابل آن شما ملت بزرگ ایران ایستاده‌اید. در همین ارتباط و بعد از آن که ابراهیم رئیسی مدعی شد جمهوری اسلامی در چگونگی مصرف 6 میلیارد دلار آزاد شده آزادی عمل دارد، یک مقام کاخ سفید این ادعا را رد کرد. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت کاخ سفید، روز سه‌شنبه 21 شهریور به یک رسانه آمریکایی گفت که این اظهارات رئیسی درست نیست. ساعتی قبل از آن رئیس جمهور اسلامی مدعی شده بود دولت او 6 میلیارد دلار پول مسدود شده را که قرار است در جریان مبادله زندانیان با آمریکا آزاد شود، هر جا که لازم باشد هزینه خواهد کرد. اما آقای کربی گفت: نه، این درست نیست. سیستم به گونه ای تنظیم شده که این پول را فقط می توان برای اهداف بشر دوستانه، دارو، ساخت تجهیزات پزشکی یا حتی اهداف آموزشی تقسیم کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که اگر این کشور ضروری تشخیص دهد، می تواند 6 میلیارد دلار ایران را بار دیگر مسدود کند. مقامات آمریکایی تاکید دارند که واشنگتن بر نحوه چگونگی استفاده از این دارایی ها نظارت کامل خواهد داشت و هر گونه برداشت از آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت کاخ سفید نیز تایید کرده که وزارت خزانه داری آمریکا و بانک ملی قطر بر این برداشت‌ها نظارت خواهند داشت. این مقام کاخ سفید گفت: اگر آمریکا برداشتی را تایید نکند، ایران نمی‌تواند پولی منتقل کند. در قالب تفاهم میان تهران و واشنگتن، قرار است مراد تاهباز، عماد شرقی و سیامک نمازی به همراه دو زندانی دیگر که هویت آنها به دلایل شخصی اعلام نشده آزاد شوند. هر سه نام اعلام شده دو تابعیتی هستند و آقای تاهباز علاوه بر تابعیت ایرانی آمریکایی، تابعیت بریتانیایی هم دارد. هر 5 شهروند آمریکایی هم اکنون در ایران در حبس خانگی به سر می‌برند. علی کریمی، مقام سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل، روز سه‌شنبه در گفتگو با آسوشیتد پرس اسامی 5 زندانی ایرانی را که جمهوری اسلامی امیدوار است در چارچوب مبادله زندانیان با آمریکا آزاد شوند تایید کرد. بر اساس گزارش‌ها حدود 6 میلیارد دلار پول مسدود شده ایران در بانک‌های کره جنوبی در حال انتقال به حساب‌های در قطر است. دولت بایدن روز دوشنبه به کنگره آمریکا اطلاع داد که برای فراهم کردن زمینه مبادله زندانیان اقدامات مشخصی انجام داده که بخشی از آن صدور فرمان معافیت از تحریم‌های آمریکا برای نقل و انتقال‌های پول‌های مسدود شده ایران به قطر بوده است. همراهان عزیز و گرانقدر، به پایان این برنامه خبری از آوای ایران رسیدیم. فراموش نکنید دیدگاهتون رو در ارتباط با مسائل و اتفاقات روز با ما به اشتراک بگذارید. همچنین با لایک کردن این ویدیو یاری رسان تیم خبری ما باشید. شب بر همگی خوش. پاینده ایران.